فصل 17. آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشتند آمد و با من صحبت کرد. او گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه‌های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند. و آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آرسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین. من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که به او نگاه کردم سخت در شگفت شدم. اما آن فرشته به من گفت چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که دارای هفت سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است به تو میگویم. آن حیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، او به زودی از شاه بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد. زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست و باز هم خواهد آمد. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر هفت تپه‌ای است که زن بر آن می‌نشیند و همچنین هفت پادشاه است که پنج نفر از آنها از سلطنت برکنار شدند و یکی هم اکنون فرمان روایی می‌کند. و آن هفتمی هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، هشتمی است و با وجود آن یکی از آن هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. ده شاخی که دیدی ده پادشاهند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما با آنان اختیار داده می شود که به مدت یک ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند، زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شدند در پیروزی او شریک خواهند بود. آنگاه آن فرشته به من گفت در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند. و اما آن ده شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت، گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نمایند. پس هم رأی شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد.